د سیاسي سواره خوش آمدین و سلام مجدد تقدیم میکنم خدمت ویدا هیسان ما که همین اکنون به برنامه خودشون پیوستن و برنامه نسیم صبح بینده هستن. آرزومند هستم تا این لحظات که با ما بودین برتان خوشایند تمام شده باشه و تا ساعت 9 بینده برنامه خودتان باشین. در بخش فکر نو قرار داریم و یک از جوانای فعال جوزجان ما با ما هستن که خیلی زحمت میکشن و آقای محیب الله مشهال با ما هستن و سلام صبح بخیر دارم خدمت ایشان خوش آمدین. به نام خداوند بخشاینده من هم از همه اولتر سلام بر شما فرشتگان تقدیم میکنم و سلام به همه بیننده هایی که همین اکنون مرا از گراف تلویزیون شما میبینن. باز هم شما را خوش آمدید میگم. میشه در مورد زندگی آقای مشال معلومات داشته باشیم که زندگی را از کجاها شروع کردن و تا این دم زندگی را چگونه سپری کردن؟ جهان سپاس ممنونم. من اگر به سیر خود زندگی خود گذر بکنیم، ما در سال 1998 میلادی در پاکستان متولد شدیم و بعد از او هم یک سال بعدشان به افغانستان برگشتیم و همچون مکتب ابتدایی را هم در محل خود ادامه دادیم و همچون صنف 12 را در لیسه بنیامین به اتمام رساندیم و بعد از او هم راهی کانکور و بعد از او هم راهی پانتون شدیم و در کنار از او با بخشی از خبرنگاری و همچون گویندگی و این مسائل سر کار داشتیم و علاقه هم داشتیم. بسیار خوب. خب آقای مشهال درباره هزی برمون صحبت کنیم که شما فعلا مصرفی چی کارا هستین و ما همچنان میفهمیم که در یک از رادیوها همچنان اونجا برنامه پیش میبرین و همچنان گفتین که علاقه ما بیشتر هست. یه علاقه هست کجا پیدا شد براتون؟ بسیار زیاد تشکر. و ما در دوران مکتب بودم که بسیار زیاد علاقه داشتم به خبرنگاری و همیشه رادیوها و تلویزیون را مثلا تعقیب میکردم و از او هم زمانی که راهی کنکور شدیم با ما محصول پانتون جوزجان شدم و بعدا به یک از رادیوهای خصوصی در جوزجان آغاز به کار کردم و بالاخره آهسته آهسته تقریبا 3 سال میشه که من در رسانه ها کار میکنم و همچنان فعلا در بخش خبرنگاری و یک از وبسایت خبری کار میکنم در جوزجان و سرپل. خیلی خوب، میشه برام بگین که از کدام رشته فارغ شده؟ خب من فارغ نشدم و همچنان فعلا محصل هستم، محصل سال 4 پانزه حقوق علمی سیاسی پانتون جوزجان و قبلا بانو محمدی یادآور شدن که انگیزه از کجا ایجاد شد. زمانی که به یک چیز علاقه داشته باشی و خوش داشته باشی که در همان مسلک باشی، او خودش برتن ایجاد انگیزه میکنه. بله. خب به همچنان شما گفتن که سال آخرتان هست حقوق علوم سیاسی و ای که شما ژورنالیست هستین، فرق از اینا فکر کنم خیلی زیاد هست. خب پانزه حقوق علوم سیاسی دپارتمنت روابط عمومی بین‌الملل یک دپارتمنت هستن که نیاز به مو درایت سیاسی داره و نیاز به گفتگو داره و امو علاقه با همشون به نظر ما تا حد با هم ربط داره، بدون نیست که با هم تفاوت داشته باشه. یعنی حقوق اگر ما در کل ببینیم، حقوق یک پانزه هستن که در اونجا بحث گفتگو و همشون همیشه بر سر منازعات و مشاجرات ما بحث میکنیم و خود دپارتمنت روابط عموم الملل که هست عموما گفتگو هست و همچنان مذاکره هست. فکر نکنم قدر تفاوتی داشته باشه. دقیقا حقوق بازی با کلمات هست و همچنان گویندگی زمانی که انسان در یک جای گوینده می باشه و میخواد خبرنگار باشه، اونجا همچنان طبعا بازی با کلمات است که باید با کلمات خیر بازی بکنم. خب میشه قسمی که امروز موضوعی که روی صحبت کردیم ما از خود راضی بودن بود در وجود خود که ما چقدر از زندگی خود از خود راضی هستیم. شما باید یک جوان خیلی فعال و جوانی که هم موصل هست و هم در پاری موصلی کار خیلی خوب را به سر میبرن، خوش میشه بگوین که از زندگی خود تا چی حد راضی هستید و چقدر خود راحت اسم میکنین که کارهایی که باید میکردین تا این دم از زندگی انجامش دادین؟ خب بدبختانه افغانستان از بارانهای سیده ها بسیار زیاد نقصان بزرگ دیده که یک طبقه بسیار مهمشان جوانان بوده که فعلا هم بیشتر اقشار مردم افغانستان را جوانان تشکیل میده و این طبقه بدبختانه بسیار زیاد ضرر دیده و فکر نکنم در افغانستان اگر از هر جوان پرسان بگونی که از زندگی خود چقدر راضی هستی براتون بگه که من بیشتر از 50% و یا هم بالاتر از راضی باشم. اما مسئولیت جوانان اینجا ایجاد میکنه که چگونه برای جامعه کار بکنه و من خودم از زندگی خود تقریبا 30% شاید راضی باشم که من
با این همه کارها و به همه امکانات که برای ما مهیا شده چقدر استفاده بهینه کردم و چقدر کوشش کردم که خدمت برای مردم بکنم. و هر جوان باید با خود یک طرح داشته باشه، با خود یک پلان داشته باشه که چگونه بتونه در زندگی خود موفق باشه و از زندگی خود راضی باشه. بدبختانه اکثریت جوانان ما که ما رو بری میشیم با هم ازشان صحبت میکنیم، هیچ کدامشون از زندگی راضی نیستن و اونا میگن که بله افغانستان به او قسم است، یا فرار تجربه میتن از کشور و یا هم به مواد مخدر مبتلا میشن، یا هم به جرایم دست میزنن، یا هم به گروه های تروریستی میپیوند. که بدبختانه یک مسئله بسیار بزرگ در افغانستان هست. خیلی خوب. و همیشه از زندگیتون برای ما بگوین که در زندگیتون شما بیشتر فعالیت هایی که انجام دادین در رسانه ها بوده، بیشتر چی فعالیت هایی را انجام دادین شما؟ خب فعالیت های رسانه ما از رادیو شروع شده که آیسته آیسته فعلا هم در یک از رسانه های خصوصی کار میکنم و همچنان روی یک وبسایت. خب زندگی رسانه قسمی که به خودتان معلوم است یک مسلک است که هر کس دوست داشته باشه وقت به او خوش می باشه. من در هر جایی که رفتم، در ولسوالی ها رفتم، در ولایت رفتم، سفر داشتیم، با مردم رو برو شدیم، انگیزه ها و طرح های مختلف دیدیم و واقعیت انسان گاهی اوقات متاثر می شود. و زندگی رسانه اگر دوست داشته باشی بسیار بهترین زندگی هست و یک خدمت بسیار پاک و مقدس هست برای مردم، که مو انعکاس دهنده واقعیت های مردم هستی و زبان گویای مردم هستی. مردمی که هنوز در روستاها قرار دارن به بسیار جد مشکلات دست پنجه نرم میکنن، اما بدبختانه ویر ما دولت هم قصر قدر دانستان میدانیم که بگیم که چرا دولت او قسم است یا ای قسم است، بخاطر از اینکه در افغانستان در کل همین مشکل ما داریم. سه ده همیشه که در افغانستان جنگ جریان داره و هم روستاهای ما فعلا هم ناامن است و هیچ کس رفته نمیتونه، اما یگانه کسی که اونجا رفته میتونه او خبرنگار هست که هیچ کس ممانعت نمیکنه. اگر ممانعت بکنه باز هم او را قناعت میده که من به خاطر انعکاس آواز و همچنان مردم جا آمدم، نه به خاطر از اینکه منافع دیگر در نظر داشته باشم. به نظر من یک مسلک بسیار پاک و خوب است و زندگی دوست داشته باشین زندگی خوب است. دقیقاً اگر ما قرار باشه زندگی را سخت‌تر بگیریم طبعا بر ما سخت‌تر میشه. اگر مشکلات که در زندگی هست و صدر راه ما میه، اگر با مشکلات مبارزه بکنیم و با مشکلات شانه در بیاریم، حتما با مشکلات حتما میتونیم موفق‌تر شویم، میشه با او هدفی که در زندگی داریم برسیم. میشه برای هدفتان در زندگی برام بگین که در آینده چه هدف دارین در زندگی که باید با اون نقطه حساس در زندگی باید برسیم؟ ممنونم. اهداف زندگی متفاوت است. اهداف ما میتونیم به سه قسم تقسیم بکنیم که کوتاه مدت است، طویل مدت است و یا همین مدت است. خب هر انسان از خود یک هدف مشخص داره. وقتی که یک هدفت برآورده شد میخوای یک هدف دیگر به خود تعیین بکنی. زمانی که من متعلم بودم میخواستم که 15 خلم سیاسی را بخوانم، در کنار شده یک از رسانه ها کار بکنم. و هدف برآورده شد، حالا من کوشش میکنم که یک خبرنگار موفق باشم و همچنان به علمیت و دارایت خود بیشتر بیافزاییم تا به جامعه خود خدمت بکنیم. یگانه چیزی که ما را وادار به زی میسازه که ما در جامعه کار بکنیم و انگیزه هست، انگیزه و تر هم با اصول که هم برای ملت باشه و هم برای خود باشه و هم برای خانواده باشه. چون زمانی که برای خود طرح نداشته باشیم، برای خود اصول نداشته باشیم، نمیتونیم که برای ملت و یا هم به خانواده خود طرح داشته باشیم. دقیقاً کوشش بکنیم که همه چیز با اصول باشه و همچنان در زندگی خود موفق تر باشیم. به نظر من اصول بهترین چیز است برای از اینکه ما اهداف داشته باشیم با اصول باشه، که هم به جامعه در تقابل نباشه و هم با بعضی از ارزش های زندگی ما در تقابل نباشه. یعنی اصول باشه که هم بتوانه هم ابعاد در نظر گرفته و کار شوه. بسیار خب با مایب چون از سر خودت مشکلاتی که صدرای جوانای ما قرار میگیره و مشکلات چی هست؟ خب در افغانستان اولین مشکلی که ما برشان بر میخوریم و مشکلات نامنی هستند که در سطح از افغانستان هست و یک مشکل عمومی است. دومین مشکل جوانان در افغانستان عدم نداشتن اقتصاد درست است. اقتصاد ما بدبختانه بسیار زیاد وخیم هست، در بحران قرار داریم و همچنان عدم آگاهی است که آگاهی عمومی اونقدر بلند نرفته و همچنان سطح ظرفیت تعلیمی جوانان بدبختانه بسیار پایین است، کم است و همچنان بعضی از مسائل دیگر زندگی هستند که جوانان برشان مشکلشان هست و صدرهاشان قرار دارن. به نظر من بیرون رفت از این همه چالش ها
ای است که ما در زندگی خود اولین کار که باید شود در افغانستان امنیت تامین شود. اگر امنیت نباشه هیچ مشکل از بین رفتن نمیتونه. اقتصاد و همچنان اجتماع، سیاست، فرهنگ، همه چیز به امنیت وابسته است. اگر امنیت درست نشود، به نظر من فکر نکنم که مشکلات جوانان ما یا مشکلات دیگر از اخشار جامعه ما حل شود. و عمده ترین مشکلات جوانان در جوزجان بدبختانه مواد مخدر هم است که ما میتونیم که بعضی از جوانای ما، بیشترین جوانای ما به مواد مخدر مبتلا هست و کوشش باید شود تا از این همه مشکلات و چالش ها بدر بیاییم. خیلی خوب، قسمی که واقعا مشکلات زیاده در سر راه جوانان هست که باید با این مشکلات انسان ها باید سازگاری بکنه یا اینکه این مشکلات تا اندازه بتانن از طرف مقامات دولتی قابل حل شه. جوانان ستون یک جامعه هستند که باید جامعه را همیشه پای نگهدار بدارن و همیشه سودمند واقع شود بر کشور خود، بر جامعه خود. پس خودتان یک جوان هستین که هم در پای تحصیل هستین و هم کار را انجام میدین. یک جوان باید در زندگی باید از همین دوره طلایی که دوره جوانی هست باید چگونه استفاده خوبتر و سودمندتر را داشته باشه تا بتونه هم سودمندتر بر خودش و آینده خودش باشه و هم بتونن از او جامعه ما، کشور ما خیر ببینن. به نظر من بیشترم یادآور شدم که جوان باید برای خود یک طرح داشته باشه، طرح اصولی باشه، طرحی باشه که هم به نفع خودش باشه، هم به نفع فامیلش باشه، هم به نفع جامعه باشه. و جوانان باید از فرصتی که در طی 10 سال برایشان مهیا شده، یعنی پولهای زیادی آمده، سرمایه گذاری شده، یک میراث در وزارت اطلاعات و فرهنگ برایشان ایجاد شده به نام معینت جوانان و همچنان پروژه ها برایشان تطبیق شده، کارها برایشان زیاد صورت گرفته، باید از استفاده بکنه. تحصیل بهترین زمینه هست که برایشان برابر شده. پانتون های خصوصی هستند، دولتی هست و همچنان مکتب است. و یا هم مثلا گفته میتونیم که کارهای رضاکارانه جوانان که در جوزان خوشبختانه خوب است یا هم در دیگر ولایت افغانستان خوب است، یک فرصت هستند که جوانان باید از استفاده بهینه بکنن که هم به سود جامعه باشه، هم به سود خودشون باشه، هم به سود ظرفیت و درایت خودشون باشه. اگر جوانان کوشش نبکنن تا از این ظرفیت ها و از این فرصت ها که مهیا شده خود را ظرفیت سازی بکنن، به نظر ما به عقب خواهیم رفت. بسیار خوب. خب مایب جان، خودت چی انگیزه درسین داری یا چی ایده‌ای درسین داری بر جوانای از ما که در آینده همراهی از اونا شریک بسازی یا همراهی از اونا همکاری بکنی؟ من خودم در زندگی خود یگانه چیزی که اعتقاد به او دارم، او علمیت و درایت و فهم یک شخص است که میتونه با او درایت و فهم شخصی خود برای دیگر جوانان انگیزه ایجاد بکنه، طرحهای خوب ایجاد بکنه تا بتونه در زندگی خود موفق باشه. یگانه چیزی که من به او اعتقاد دارم او این است که جوانان باید او وقت شناس باشه و همچنان به مسلک هر کاری که میکنه به او علاقه داشته باشه، دوست داشته باشه و عزم و اراده قوی داشته باشه. بعد وقتا بیشتر از جوانان ما، چه بانوان باشه چه جوانان باشه در جوزجان، به کاری که انجام میتن در نخست شروع میکنن اما بعد وقتا در نیمه راه رها میکنن، یعنی یک عزم و اراده دقیق برایشان نیستن. کوشش بکنن که یک عزم و اراده دقیق داشته باشه و خودم تلاش مهمی است که طرحهای بسیار خوبی داشته باشم برای با ثبات ساختن جوانان و همچنان از بیرون رفت از بحران کنونی در کشور و همچنان در جوزجان ما که بیشترین جوانان ما بدبختانه با آن دست و پنجه نرم میکنن و همچنان ایجاد فرصت های کاری اگر از دست خودم بیا هم از دست با همکاری با نهادهای دولتی و غیر دولتی بتوانیم که برای جوانان فرصت های کاری ایجاد بکنیم. بیشترین شکایتی که فعلا جوانان دارن زی هستن که کار وجود نداره و همچنان دست وجود داره. خیلی میشه وقت ما کم کمتر است، یک پیام خیلی کوتاهی به مهمانان ما داشته باشیم، به جوانان که بیننده ما هستن پیام خیلی سودمندتر و مفیدتر. ممنونم. پیام ما این هست که جوانان باید به خود طرح داشته باشن، انگیزه داشته باشه، طرحی باشه که با اصول باشه، پیشترم یادآور شدم، و انگیزه مثبت داشته باشه. بدون انگیزه مثبت نمیتونیم ما پیشرفت بکنیم و تحصیل بکنن، تعلیم بکنن و علمیت خود بالاتر رو بارن، میتونیم موفق شویم. تشکر از شما. تشکر.